سلام، اگه نگیم بزرگترین مشکل ولی یکی از بزرگترین مشکلات زبان آموزا اینه که کلمه ها رو یادشون میره. توی این ویدیو قراره که فارسیش یادم رفت دیگه، فرانسش که توی این ویدیو 6 تا راه حل به شما ارائه میدم برای اینکه کلماتی رو که میخونید توی زبان فرانسه و البته توی هر زبان دیگه‌ای تقریبا هیچ وقت یادتون نره. پس این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. خب بریم سراغ 6 تا روش یا 6 تا به قول فرانسوی یا 6 تا استوس که ببینیم چجوری کلمات رو فراموش نکنیم و تو ذهنمون برای همیشه بمونه. تاکید میکنم روش هایی رو میخوام به شما بگم که کلمات برای همیشه توی ذهنتون بمونه. نکته و روش اول، کلمه هایی رو یاد بگیرید که براتون مفیده. خیلی راحت، یعنی کلمه هایی که میتونید دائما ازش استفاده میکنید، چون راز توی ذهن موندن کلمات اینه که ازشون استفاده بشه. مثلا اگر شما قراره به یه سفر توریستی برید و در حوزه وکبلر هتل، رستوران، خرید کردن و مثل این کار بکنید، اگر قراره برید توی کشور فرانسوی زبان مثل فرانسه درس بخونید، ادامه تحصیل بدید، خب قاعدتاً برید در حوزه رشته خودتون یا به طور کلی تو حوزه در واقع مطالعه و تحصیل و دانشگاه وکبولق مربوط به همون قضیه رو شما روش بیشتر کار بکنید. پس نکته اول این که کلماتی رو کار بکنید روش و سعی کنید بیشتر تو اون حوزه فعالیت بکنید از نظر وکبولق که به دردتون میخوره. حالا این کلمات میتونه تو حوزه فعالیت و کار خودتون هم باشه، یعنی جایی که کار میکنید، مثلا پرستارید، مهندسید، پزشکید، تو اون حوزه هم اگر بتونید مقاله بخونید و تو اون حوزه سعی کنید وکبولقتون رو تقویت بکنید، چون دائما استفاده میشه و به کار میره، میتونه توی ذهنتون بمونه. اما نکته دوم و استوس دوم که خیلی هم مهمه اینه که سعی کنید کلمه هایی رو که یاد گرفتید به زورم که شده استفاده بکنید. مثلا توی عقل، یعنی توی صحبت کردن، اگر کلاس زبان فرانسه میرید سعی کنید کلمه هایی رو که همون روز خوندید، روز قبل خوندید، در طول هفته خوندید، اون کلمه ها رو توی دیالوگ هایی که به کار میبرید هر جوری هست استفاده بکنید. حتی اگر به ظاهر یک کمی هم بی ربط میاد ولی موفق توی زبان اونایی هن که از کلماتی که یاد گرفتن هر جوری هست تو جمله استفاده میکنن. میدونید هر چیزی رو که استفاده نکنید به هر حال یادتون میاد. پس میتونید در عقل، در صحبت کردن با صحبت توی صحبت کردن با دوستانتون، اگر دوست فرانسوی دارید، ارتباط چت دارید، سعی کنید اون کلمات رو، اون اصطلاحات رو استفاده بکنید. یکی از روشایی که خیلی مفیده، من از همون اول که زبان یاد میگرفتم استفاده کردم ازش و خیلی مفیده برای کسایی که تایم زیادی رو تو ماشین میگذرونن، اینه که شما با خودتون حرف بزنید. مثلا توی ترافیک راجع به ترافیک شروع کنید با خودتون حرف بزنید. اولش شاید سخت به نظر بیاد، دم دستتون هم دیکشنری اینجور چیزا نیست که دنبال کلمه بگردید، اتفاقا چه بهتر به مغزتون فشار میارید تا اون وکبوله، اون کلماتی رو که قبلا یاد گرفتید ازش هر جوری هست به بهترین شکلی استفاده کنید. پس باید از کلمه ها استفاده کرد. اما باز تو همین حوزه، توی همین قضیه استفاده کردن، شما میتونید یه کار خیلی خوبی که میتونید انجام بدید اینه که توی شبکه‌های اجتماعی مثلا اینستاگرام، یوتیوب برید و برای فرانسوی زبان ها، مثلا توی یه پیج اینستاگرام یک فرد فرانسوی، حالا هر تو هر حوزه‌ای، برید براش به فرانسوی کامنت بذارید و سعی کنید از کلماتی که یاد گرفتید استفاده کنید. به هر شکلی که شده دنبال کلمات جدیدی که یاد گرفتید بگردید و اونها رو توی کامنت استفاده کنید. پستش اینه که مثل صحبت کردن دیگه لازم نیست همون لحظه از کلمات استفاده کنید، تو این حالت میتونید یکم بیشتر فکر بکنید، جمله هاتون رو بسازید و جمله خوبی رو در واقع به عنوان کامنت بگذارید. فوق العاده این روش موثره. فراموش نکنید وقتی یک کلمه رو 10 بار، 15 بار، 20 بار استفاده میکنید توی ذهنتون جا میگیره، هیچی هک میشه و وقتی که شما در عمل میخواید ازش استفاده کنید مغزتون خیلی سریعتر
اون کلمه رو چیکار میکنه؟ لود میکنه و بالا میاره و تحویلتون میده. روش دیگه این که کلماتی رو که یاد گرفتید مرتبا مرور کنید. مرور یا غواغ، دائم اون کلمات رو مرور کنید و تکرار کنید. این فوق العاده روش موثریه. مغز مکانیزمش به این صورته که کلماتی رو که یا عباراتی رو که یا اصطلاحاتی رو که مدت طولانی استفاده نمیشن یا تکرار نمیشن و اتوماتیک پاک میکنه میذاره کنار. قرار نیست حافظه ذهنتون پر بشه. پس فراموش نکنید که دائم باید تکرار بکنید. اما اینکه چطور این کار رو انجام بدید، روش‌های مختلفی وجود داره. خود من روشی که همیشه از اول ازش استفاده میکردم، از همون سالهایی که زبان رو شروع کردم، چه انگلیسی چه فرانسه، روش کغنه یا دفترچه یادداشت. همیشه دفترچه یادداشت کوچیک همراهم هست. حسنش اینه که همیشه همراهتونه. تو اتوبوس، تو مترو، توی مسافرت، محل کار، هر جا، توی خونه، رو مبل جلوی تلویزیون، همیشه میشه همراهتون باشه. ورقش بزنید. همین ورق زدن و یه ریویو کردن یا قوقوخ کردن کمک میکنه تو ذهنتون بمونه. من شاید 30 تا یا 40 تا دفترچه کوچیک کوچیک دارم که یک کلکسیون شده از اول و من همه اینها رو نگه داشتم. پس روش‌های مختلف وجود داره. یا کارت‌هایی که وجود داره، اون فیش‌هایی که می‌دونید کلمات رو روش می‌نویسن، اون فیش‌ها هم می‌تونه مؤثر باشه. و یا استفاده از نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌هایی که وجود داره و شما می‌تونید از اون‌ها استفاده کنید که اصلاً نرم‌افزارهایی هستن، اپلیکیشن‌هایی هستن که هدفش و روشش تکرار کلمات برای توی ذهن موندنه. میتونید از اپلیکیشنی مثل موزالینگا یا آنکی که آنکی رایگانه استفاده بکنید، یا میتونید از وبسایت‌های خوبی مثل ممرایز استفاده بکنید که روش‌های خیلی حرفه‌ای دارن برای تکرار کلمات. کافی اونا رو گوشیتون نصب بکنید و برنامه‌ریزی شده هر روز خودش اتوماتیک به شما میگه کدوم کلمات رو مرور بکنید، کدوم‌ها کمتر تو ذهنتون مونده، کدوم‌ها نسبت به کلمه های دیگه باید بیشتر مرور بشه. از این نرم افزارها هم میتونید استفاده بکنید. اما استوس یا روش شماره 4 که همیشه دغدغه ذهنی خودم بوده و همیشه به زبان آموزهای خودم توی کلاس ها تاکید میکنم که این کار انجام بدن، به قول فرانسوی ها میگیم کنسون بوکو دو کنتونو. سعی کنید کلماتی رو که یاد گرفتید در واقع در قالب محتوا تکرارش بکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فایل صوتی زیاد گوش بدید، تلویزیون زیاد تماشا کنید، فیلم فرانسوی زیاد تماشا کنید تا این کلمات دائم به گوشتون بخوره. خب بینش کلمات جدیدی که یاد گرفتید هم به گوشتون میخوره و اینها رو توی کانتکست میبینید و باعث میشه که بهتر یاد بگیرید و بیشتر تو ذهنتون بمونه. اما یه روش دیگه که تو حوزه بحث محتوا من همیشه به زبان آموزان توصیه میکنم اینه که مقاله زیاد بخونید. خب اکثر ما صبح تا شب، اگه نگیم صبح تا شب، همش رو اینترنتیم، ولی تایم خیلی زیادی رو تو اینترنت میگذرونیم. خب به جای اینکه وقتمون رو هدر بدیم، بریم توی گوگل مقاله سرچ بکنیم. خودتون عادت بدید روزی یه مقاله بخونید، اثر معجزه آساش رو میبینید. روزی یه مقاله، یه مقاله کوچیک. مثلا ببینید تو چه حوزه علاقه دارید. ممکنه به آشپزی علاقه داشته باشید، ممکنه یکی به موزیک علاقه داشته باشه، ممکنه یکی به سینما علاقه داشته باشه. خب چیکار میکنید؟ میایید هر روز یا هر یکی دو روز یه بار یه مقاله رو سرچ میکنید. مثلا مثال آشپزی رو میزنم. اگر شما یک ماه مقالات توی حوزه آشپزی، مثلا دستور غذایی، امروز یه دستور غذایی رو بخونید برای خودتون، فردا یکی دیگه، پس فردا یکی دیگه، بعد از یک ماه میبینید که وکبولر حوزه آشپزی اینقدر در قالب دستورات غذایی مختلف به ذهنتون اومده و به گوشتون خورده، دیگه اصلا محال فراموش بکنید. کلمات های عبارات تو حوزه آشپزی مثل هم زدن، مخلوط کردن، پختن، سرخ کردن و امثال هم، اینقدر اینا به گوشتون میخوره. اگر قصت های ویدیویی رو تماشا میکنید یا اگر در واقع قصت های دستورات رو میخونید، اینقدر اینها به گوشتون میخوره، به چشمتون میاد که دیگه محال فراموش بشه. پس محتوا. یا مثلا اگر به بازیگر خاصی علاقه دارید، مثلا عاشق روژهانن این مثل من و سریال ناوارو، est-ce que vous pardonnez à une jeune comédienne qui refuse de vous embrasser sur la bouche
J'essaye d'avoir des explications. Si c'est... Ah, ça vous pas battu, tu vois, quand même. Ouais. Non, si c'est mauvaise haleine, je la comprends. Ouais. Si c'est mon âge, je la comprendrai ouais. aussi. Mais je veux qu'on m'explique. برید و سعی کنید مصاحبه‌هاش رو تو اینترنت سرچ بکنید. روزی 5 دقیقه از مصاحبه‌های روژهانن رو گوش بدید. تو حوزه سینما، تو حوزه سریال، وکبولق شما قوی میشه و تو ذهنتون میمونه. پس استفاده از کلمات در محتوا، در قالب محتوا. حالا میتونه مقاله باشه، میتونه فیلم باشه، مصاحبه باشه، میتونه فایل صوتی باشه یا هر چیز دیگه. از تو شماره 5 ریلکس باشه، استرس نداشته باشه. یعنی چی؟ وقتی که دارید صحبت میکنید، این قضیه، این نکته بیشتر در مورد حالتهایی که شما دارید صحبت میکنید یا دارید چیزی رو مینویسید و کلمه نمیاد به ذهنتون. وقتی دارید مثلا صحبت میکنید و کلمه به ذهنتون نمیاد، یه نفس عمیق بکشید، ریلکس، آرام. اگر کلمه به ذهنتون نمیاد، سعی کنید مفهوم خودتون رو از طریق کلمات دیگه‌ای که دارید برسونید. مطمئن باشید آروم آروم اون کلمه به ذهنتون برمیگرده و حتی اگر همون لحظه برنگرده، با اون ریلکس کردن و با اون تلاشی که شما کردید برای اینکه مفهوم و منظور رو برسونید، بعدن که اون کلمه رو میبینید، مطمئن باشید دیگه برای همیشه تو ذهنتون میمونه. اما اگر استرس داشته باشید، وقتی که دنبال کلمه میگردید، به زور تلاش کنید که اون کلمه رو بیارید تو ذهنتون، فکر کنید، مطمئن باشید که اون کلمه نمیاد و حتی بعدن که اون کلمه رو میرید پیدا میکنید، تو ذهنتون نمیمونه در طولانی مدت و در بلند مدت. پس سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ کنید، ریلکس، یه نفس عمیق و مفهوم خودتون رو از طریق دیگه برسونید. مطمئن باشید هرچی کمتر تلاش کنید، کلمه ها بیشتر تو ذهنتون میاد و هرچی که بیشتر تلاش کنید و بیشتر زور بزنید، کلمه ها کمتر به ذهنتون میاد. این یه قانونه، به خصوص وقتی که دارید از کلمه ها و عبارات و اصطلاحات یک زبان خارجی توی مکالمه یا توی نوشتن استفاده میکنید. از توس شماره 6، راه حل شماره 6، شاید خودش به خودی خودی راه حل نباشه، ولی نکته خیلی مهمیه و اون این که روشی رو انتخاب کنید که برای شخص شما جواب میده، فارغ از این که دیگران چی میگن و چی فکر میکنن. ممکنه شما دوست داشته باشید که کل دیوارای اتاق خونتون رو، اتاقا رو، خونه رو، آشپزخونه رو، یخچال و کمدا رو پر از فیشای کوچولو کوچولی کلمات بکنید تا اونها رو هر روز تکرار کنید. ممکنه دوست داشته باشید کلمات رو روی سقف بنویسید تا وقتی که صبح از خواب بیدار میشید اونها رو ببینید. هر کار عجیب و غریبی که فکر میکنید براتون مفیده، انجام بدید برای اینکه کلمات تو ذهنتون بمونه. مهم نیست، مهمه که چه روشی برای شما جواب میده. ممکنه کسی داشتن دفترچه بهش کمک بکنه، چون که مسیر زیادی رو در روز راه میره و قدم میزنه، یا توی تاکسیه، یا توی اتوبوسه، یا توی متروه. پس داشتن دفترچه همراه همیشه به دردش میخوره. ممکنه یکی راحت تر باشه که پادکست های صوتی گوش بده. ممکنه یکی صبر و حوصله خیلی زیادی داشته باشه و از خوندن لذت ببره. برای من توی محل کارم وقت زیادی همیشه داره، کامپیوترم که جلوشه، مقاله زیاد بخونه. اینه که شما پیدا بکنید ببینید کدوم روش برای شما بهترین روشه و روی شما جواب میده. لزوماً این چند روشی که گفتم ممکنه برای همه جواب نده، هرچند که اگر شما همه این روش ها رو با هم استفاده بکنید، مطمئن باشید که هرگز، من به شما اطمینان میدم، هرگز کلمات از ذهنتون خارج نمیشه. اما در هر صورت سعی کنید بهترین روش که روش خودتونه رو پیدا کنید و انتخاب کنید. یه بار دیگه تاکید میکنم، برای حفظ کردن کلمات دنبال معجزه نگردید. هیچ معجزه‌ای وجود نداره. دنبال راه حل خارق العاده نگردید. و اصلا هم سراغ اون تبلیغات هایی که میگن ما به صورت معجزه آسا کلمات رو در واقع توی ذهن شما فرو میکنیم، اصلا یه همچین خبرایی نیست. این روش هایی که به شما گفتم معجزه نمیکنه. زبان، یادگیری زبان، خوب صحبت کردن و دقیق شنیدن و همه چیز متوجه شدن تلاش میخواد، کار میخواد، سختی کشیدن میخواد. اما روش هایی که وجود داره برای حوزه های مختلف یادگیری زبان، مثل این 6 تا روشی که برای حفظ کردن کلمات به شما گفتم، این روش ها به شما مسیر و جهت رو نشون میده و به شما کمک میکنه و دست شما رو میگیره تا این مسیر رو راحت تر و شاید در مواردی سریع تر پیش برید. پس دنبال معجزه نباشید، اما سخت کار کنید. اگر این 6 تا نکته رو
بهش توجه کردید و همه رو به کار بردید دقیق با تعهد بالا، مطمئن باشید که کلمات دیگه از ذهنتون خارج نمیشه. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. ویدیوی امروز ویدیوی آموزشی یا گرامری نبود، ولی فکر میکنم نکات مهمی بود که لازم بود بهتون بگم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.